مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه 14 شرح دعای مکارم اخلاق، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان. 50 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به این کلام از دعای پرنور مکارم الاخلاق رسیدیم که حضرت در بارگاه حضرت حق عرضه می دارند: و استصلح به قدرت که ما فسد منی. خدایا آنچه که از امور زندگی من، از حیات من و وجود من خرابی پیدا کرده، خدایا به قدرت خودت اون خرابی ها رو اصلاح کن. فسادی که در رفتارهای ما پیدا میشه، بعد کم کم آثارش در روح ما ایجاد میشه، بعد آثارش در محیط و اطراف ما ایجاد میشه، اینها برطرف کردنشون جز با قدرت لایزال الهی نیست. کار ما خراب کردنه و کار خدا جبران کردن و درست کردن. جبران کردن و درست کردن این که کسی جز پروردگار عالم قدرتش رو نداره. خب برای این که ما اساساً دعا کنیم، باید به محبت حضرت حق نسبت به خودمون اطمینان داشته باشیم. کسی اطمینان نداشته باشه نسبت به محبت پروردگار، نمیتونه دعا کنه. اونم چنین دعاهایی که نیاز هست انسان معرفت داشته باشه به این که چه کار خرابی با عظمتی انجام داده، بعد خدا میخواد اینو جبران کنه. اولین حرفی که آدم تو دل خودش میزنه میگه که خب خدا چرا باید این کار رو برای من بکنه؟ یعنی انسان با گناه خودش رو مأیوس میکنه. یه روز صحبت کردیم شیطان دو تا کار رو خیلی با انسان انجام میده: یا انسان رو مأیوس میکنه یا انسان رو مغرور میکنه. گناهکار خودش رو مأیوس میکنه. مثلا در روایات داریم اگر کسی گناهی کرد تا 7 ساعت بعدش بیاد توبه کنه، من میپذیرم. شما فکر میکنید راحته؟ خب کاری نداره، ما گناه میکنیم تا 7 ساعت نگذشته توبه میکنیم. اگر تونستی، همون گناه در تو یأس ایجاد میکنه، میگه که نه دیگه، حالا الان چی بریم بگیم؟ خدا چرا ببخشه؟ خیلی پر رویه، احتمال نمیتونی بدی. در اثر یأسی که خود گناه ایجاد میکنه خدا ببخشدت. خود گناه دعا رو قطع میکنه، آدم رو باز میداره از این که بره دعا بکنه. یه مقدار که آدم از گناه فاصله گرفت، کم کم میتونه اظهار عجز و انابه در خانه خدا بکنه. لذا همین که امام سجاد علیه السلام یه همچی تقاضای بلندی رو از خداوند متعال میخواهند و یه همچی درخواستی رو مطرح میکنن، علامت ارادت و معرفتشون هست به محبت پروردگار عالم. یعنی هر کسی بخواد در این مقام قرار بگیره، خدا من رو دوست داره. دل نورانی اعتقاد داره که خدا منو دوست داره. دل سیاه نمیتونه معتقد باشه به اینکه خدا من رو دوست داره. دل تا آلوده میشه اول از خدا دست برمیداره. اونم چنین درخواستی طبق قوانین و سنن لایتغیر پروردگار، ما یه عملی انجام دادیم، باید عکس العملش رو ببینیم. چند روز قبل عرض کردم مثل اینکه ساتور رو بگذاری
بزنی رو دست، انگشتاتو بندازی، بعد بگی خدایا وصلش کن. تو باید بدونی قاعده عمل و عکس العمل یه قاعده فوق العاده جدی است در عالم، باید اینو بدونی. بعد بگی خدایا ببخش، یعنی خدا تغییر بده اوضاع عالم را به کرمت، قوانین عالم را تغییر بده. خدا میتونه تغییر بده. بعد به محبت پروردگار، به خودت ایمان داشته باشی تا جرأت بکنی همچی درخواستی رو مطرح کنی، خودت رو عبد خدا بدونی. برخی از فرازهای ادعیه رفقا برای قانع کردن خود ماست، نه برای قانع کردن پروردگار عالم. مثلا ببینید، مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای من، تو مالک منی و من مملوک تو هم. به مملوک چه کسی رحم میکنه جز مالکش؟ یا در فراز بعدی، مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. خدایا تو روزی دهنده ای، من همیشه روزی گیرنده از تو هستم. به روزی گیرنده کسی جز روزی دهندش رحم میکنه؟ شما فکر نکنید این کلمات برای اینه که ما خدا رو قانع بکنیم که خدا به ما رحم بکنه. بله البته انابه در خانه پروردگار عالم مؤثر در این که خداوند متعال به انسان رحم بکنه، ولی آدم احساس بکنه بیشتر برای قانع کردن خود ماست. یعنی آقایی که داری دعا میخونی خودتو بگو، خدا میفرماد همینو به خودت بگو. اومدی مناجات امیرالمومنین میخونی، حالا خودت قبول کنی این حرفا رو. آه همین الان گفتی و هل یرحم المرزوق الا الرازق. خدا بعد همینجا من احساس میکنم خدا به آدم میفرماد که خودت قبول داری؟ خودت اینو قبول کن، کسی غیر از من نیست به تو رحم بکنه. ادعیه رو بخونیم برای اینکه خودمون قانع بشیم، برای اینکه ادعیه در وجود ما عمیقا قرار بگیره. وقتی شما دعای کمیل میخونی، لا یمکن الفرار من حکومتک، عرض میداری خدایا نمیشه از حکومت تو فرار کرد، این معناش چیه؟ خودت اینو قبول کن. خدا همونجا میفرماد خب اینو خودت قبول کن عزیز من. دعا یکی از آثار عجیب و غریبش این استش که انسان به خودش تلقین میکنه این کلمات رو. حضرت امام در نامه این که با حاج سید احمد آقا نوشته بودن، بحث تلقین رو پیش میارن و میگن مدام باید از این استفاده بکنی برای اینکه به خودت تلقین کنی معارفی رو، تلقین کنی حقایقی رو که در جان تو قرار بگیره. وقتی تو میگی ارحم عبدک الضعیف، خدا میفرماد خب حالا قبول داری واقعا ضعیفی؟ من که باشم اونجا میگم البته نسبتا خب بله من ضعفایی دارم، البته نمیشه این کار کرد، ما یه کاره ای هم هستیم، همچین هم ضعیف نیستیم، ولی حالا دیگه چون احترام شما واجبه پیش شما ما قابل عرض نیستیم، بله یه ضعفایی. آقا چی داری میگی؟ تو یه پشه ای رو هم نمیتونی از جای خودش حرکت بدی اگه خدا اراده کنه ضعفای تو رو بیاد. ارحم عبدک از ضعیف میگی، خودت ضعف تو حداقل قبول کن. وقتی شما میبینید امام سجاد علیه السلام در سجده، در ادعیه، در دعای ابو حمزه سومالی عرضه میدارد الهی ارحم عبدک الجاهل، خدایا بنده جاهل خودت رو بهش رحم کن، من نمیفهمم، من نادانم. خب شما بفرمایید، شما اگر این دعا رو خوندید خدا میفرماید خب واقعا قبول داری جاهلی؟ خودت وقتی به خدا میگی ارحم میفرماید خب پس قبول کردی من مهربانم. دعا یکی از آثارش تلقینی است که به انسان میکنه.
آقای من هر کسی میخواد اعتقاداتش تقویت بشه دعا زیاد بخونه. الهی من لی غیرک، خدای من کسی رو غیر تو ندارم. اگر اینو شما خوندی، اشهد ان لا اله الا الله حقیقیه، خدای کسی جز تو نیست، تو وحدانیت پروردگار قلبن اعتقاد داری، این باید با دعا کار بشه. چند بار دعا خوندی؟ چند بار گفتی الهی من لی غیرک؟ خب همونقدر معتقدی، نمیشه که از هوا که نمیاد اعتقاد. اعتقاد ناشی از رفتار خدا آدمه، حداقل از گفتار خدا آدم. حالا رفتار آدم کم بیاره، بیاد با گفتار جبران بکنه. خداوند متعال چه فرصت عجیبی قرار داده، میفرماد از عمل کم آوردی، بیا حداقل زبونتو که میتونی بچرخونی، یه تیکه گوشت نمیدونم چند سانتی اینو بچرخونی، چیزی به من بگو، من برات جبران کنم. با زبون خودت که میتونی خودتو تربیت کنی. اونایی که میبینید دیگران رو تربیت میکنن، اونا خودشون رو تربیت کردن. چجوری خودشون رو تربیت کردن؟ با همین زبون خودشو تربیت کرده، به خودش حرف زده. چقدر آسانه واقعا خوب شدن. وستسلح به قدرت کما فسد منی، خدایا به قدرت خودت اموری رو که من خراب کردم، اسلام من خراب کردم، بله شما درست، من همش خراب میکنم، همش خراب میکنم، شما باید درست کنی. خدا چون شما به من مهربانی، من کسی رو غیر تو ندارم، چون شما قدرت داری. این از مقدمه ورود مجدد ما به معانی که ذیل این کلام شریف از صحیفه سجادیه هست. اما در این کلام شریف توجه به قدرت پروردگار هم موضوع ویژه‌ایه. جلسه قبل در مورد قدرت پروردگار یکمی صحبت کردیم، هم آثار روانیشو و هم آثار تربیتیشو برشمردیم. اثر روانیش این استش که هم مقام رو تو روایت دیدیم از دل انسان بر می‌داره، و اثر تربیتیش هم این استش که انسان رو محدود میکنه ذیل قدرت پروردگار عالم، و این برای تربیت انسان خیلی مفیده. مثلا خوف نسبت به مقام و خوف نسبت به جبروت و خوف نسبت به قدرت پروردگار در دل انسان میندازه. آدم باید حساب ببره. یه کسی خیلی قدرت داشته باشه، شما ازش حساب میبرید. اینقدر هم خدا ناراحت میشه شما از کسی جز خودش حساب ببری. شما تو خونه داری با تلفن صحبت میکنی، حاج خانم دارن میشنون، بچه ها دارن میشنون، اگر صدای شما تغییر کنه هنگام صحبت با مستخدم ادارتون، با وقتی که با رئیست که قدرت داره تو رو اخراج بکنه، یا مثلا با کسی که پول داره صدات ضعیف بشه، بله سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مثلا اول میگه بله بله فلانی، کی هست شما؟ ها آی فلانی، ببخشید، صدا چرا عوض شد؟ میفرماد جوهر صدات به خاطر ثروت کسی عوض بشه از چشم من میفتی، فقیرت میکنن. چرا کسی یه حساب میبری؟ از من باید حساب ببری؟ نه من احترامشو گذاشتم، خب همه رو احترام بذار، با همه نازک صحبت کن. مگه بد بود؟ میگفتی بله. خب بله حاج آقا، بده اونجوری حرف زدن. خب بده که با اون مستقبلم بده دیگه. الان داشتن میفرمودن که آیا ابو ترابی آزاده به همه احترام میذاشه یه جور، هیچکی نمیفهمید پیش ایشون آدم خوبیه یا آدم بدیه، چون هر جوری بوده ایشون بده احترام میذاشت. حالا ببین پیامبر اکرم چجوری بودن. وقت منافقین حق داشتن رودار بشن پیش پیغمبر یا نه؟ وقتی که می دیدن پیامبر گرامی اسلام این همه داره به همه احترام میگذاره، آدم بدا هم به خودشون جرأت می دارن، رودار می شدن دیگه، رو می داد پیغمبر اکرم به دیگران. درسته بعضی جاها برخوردی می کرد، ولی این احترام عجیبی که می گذاشت پیامبر گرامی اسلام به همه، طرف آدم درب داغونی بود، اصلا 2000 ایمان نداشت، پر رو می شد.
اصلا بعضی ها جز به ضعفای اون جامعه بودن. در طول این 10 سالی که پیامبر گرامی اسلام در مدینه بودن پر رو شدن اینها. بعد دیگه به پیامبر اکرم میگفتن ایشون آدم ساده ایه. ببین در قرآن آمده ایشون آدم ساده لوحیه، نعوذ بالله زبانم لال. بعد خداوند متعال میفرماد قل اذنون خیر لکم. حالا شما میگید من ساده ام، خب باشه من ساده باشم که بهتره برای شما. میخوای گیر بدم بهتون؟ هیچ کمتون دیگه نمیتونید نفس بکشید پیش من. بعد من ستار العیوبم، بعد رحمانم، بعد رحیمم. لذا خدا خیلی ناراحت میشه شما از قدرتی حساب ببرید. تا شما به قدرت کسی نگاه کنی خدا یه نگاه بهت میکنه. من چی؟ به کی نگاه کردی؟ از کی حساب بردی؟ صداتو نازک کردی؟ میفرماید اگه کسی بره خواستگاری دختر مرد ثروتمند به خاطر ثروتش، بره به خواستگاری دختری به خاطر ثروتش، خدا میفرماید من عهد کردم با خودم این جوانو فقیرش کنم. نمونه ها شما دیدیم. میگه آقا ما فکر میکنیم چی شد بعد زندگیمون چی شد، ما فکر میکنیم چی میشه بعد چی شد. چرا اینجوری فکر کردی؟ یه لحظه به قدرت کسی غیر خدا نگاه نکن. آقا ما بعضی از اوقات به قدرت کسی نگاه کردیم کارمون هم راه افتاده. خب خدا واگذار میکنه آدمو. به قدرت کسی اعتنا کردی کارتو را بندازه، خدا میفرماید دیگه خلایق هرچه لایق، همینقدر بیشتر بهت نمیدم. همونجا به قدرت پروردگار اتکا کرده بودی، به قدرت کسی نگاه نکرده بودی، ارزش برای کسی حساب باز نکرده بودی در مقابل قدرت پروردگار و خواست خدا برای خودت، 1000 برابر گرهکشایی بیشتر میشد برات. خدا خیلی غیرتمنده. اصلا به قدرت کسی نباید نگاه کنی. یک، به قدرت کسی نگاه نکن در مقابل قدرت پروردگار عالم. دوم این که به قدرت خودت هم نگاه نکن. من و شما چه قدرتی داریم؟ خواهش میکنم در این باره بیشتر فکر کنیم. خواهش میکنم. ماها خیالات ورمون میداره. ما خیلی رو خودمون حساب میکنیم، خیلی برای خودمون نوشابه باز میکنیم. بیمار سرطانی که افتاده رو تخت تکون نمیتونه بخوره، آب میخواد بخوره، باید به زور بلندش کنن یه جرعه آب بهش بدن، این ضعفش بیشتر از ما نیست، ما هم همونقدر ضعیفیم. خدا داره با برق و نمیدونم انرژی و گاز رسانی و نمیدونم کمک رسانی ما رو سر پا نگرده، ما همونیم. حالا خدا داره این برق رو قطع نمی کنه فعلا میرسونه، یعنی ما کسی هستیم؟ این برق رو از پریز بکشه بیرون، افتادی رو زمین، خب تو ببین سیمش دست خداست. بکشم خدای، حالا چی بگم؟ حالا این احساس ضعف. آقا وجود تو مثل وسیله الکتریکی حساب کن که سیم برق رو بکشم افتادی، بعد خدا هم دستش روی سیم است. اصلا ببینی دستش رو اون سیمه ذره ترک میشی، خدا میاد چیه؟ من که نکشیدم که. بالاخره خدا اختیارش دست تو هست یا نمیشه دست تو برداری؟ وجود ما میدونید چقدر وابسته پروردگاره؟ دوستان یک کبریتی در خیال خودشون روشن کنن، یک کبریت روشن کنید تو خیال خودتون. انجام دادید؟ نگاه دارید میکنید به من؟ معلوم نمیشه ولی انجام دادید این کارو؟ یک کبریت تو خیال خود در نظر میگیرید؟ من الان خودم در نظر گرفتم. خب این داره آتیش میگیره. خب حالا فکرتون رو منصرف بکنید از این کبریته، بیاید تو جلسه در مورد این دعا صحبت بکنید. خب این کبریته آتیشه مثلا رفت، معدوم شد. یه لحظه خدا نظرش رو از ما ورداره، ما اینجوری میشیم. درک ضعف انسان برای خود انسان یکی از توفیقات برجسته الهیه. همه نمیدونم زودی نمیان دیر اومدن زودم میخوام برن.
آقا توفیق زیارت آقا امام زمان علیه السلام آدم بخواد پیدا بکنه باید چیکار کنه؟ حالا فعلا شما خودتو زیارت بکن، خودتو دیدار بکن. آقا آدم چجوری میتونه از اون دنیا با خبر بشه؟ حالا از این دنیا با خبر بشه فعلا. ما میخوایم به پرده غیب راه پیدا کنیم، حالا اینی که غیب نیست خود داریم میبینین درست ببین، این درست ببین. من یه دعا کنم برای شما، با این دعا این فراز رو جمع‌بندی کنم. قول داده بودیم یه کمی به شبهای قدر بپردازیم. خدایا در ضعیفترین حالات ما احساس تواضع ما رو نسبت به خودت بیشتر مگردان. دعای عجیب غریبی بود، یعنی خدایا شدت تواضع ما رو انقدر ببر بالا که در ضعیفترین حالت روحی قرار گرفتیم یک ذره تواضعمون بیشتر نشه، لحظه جان دادنمون شد اذا بلغت الحلقوم، انقدر تواضع داریم همیشه وقتی که جان داره به گلومون میرسه و میخواد جانمون بالا بیاد، خدا بفرماید ملائکه من بیاد همه تون برنشید دیدن چه شاید نمیدونم 1,000,000 1,000,000,000 ملائکه بیاره دار خدا، جاهایی مباهات میکنه، اینجا هم شاید خدا صدا بزنه ملائکه بیدن نکن این نکن این دارم جانشو میگیرم. نگاه کنین این یک ذره تواضعش نسبت به اون وقتی که همیشه سر سجاده نماز در خونه من تواضع داشته زیاد نشده. نگاش کنین، شما میگفتید اینو من خلق نکنم، ببین چی آفریدم. کی راحت جان میده؟ کی شادترین لحظش لحظه جان دادنشه؟ وقتی ضعف مرگ غلبه میکنه آدم خیلی متواضع میشه، خیلی میشکنه حسابی. کسی که اونجا بیشتر از وقتی که سر نماز شکسته میشده در اوج سلامتی نشکنه. خیلی خداوند متعال نسبت به این که ما به ضعف خودمون قائل باشیم حساسه. الهی من فدای امیر المؤمنین علی علیه السلام و لحظات آخر عمر شریف حضرت بشم. حضرت در لحظات آخر عمر شریفشون صدا زدن بچه ها رو، بیهوش میشن، به هوش میان، پنجه مبارک خودشون رو نشون دادن، همون دست خیبری، فرمودن حسنم حسینم بچه ها عباسم، نگاه کنید دست پدرتون، نگاه کنید دیگه بابا قدرت نداره دستای خودش رو جمع کنه. نگاه کنید دنیا اینه ها، انسان اینقدر موجود ضعیفیه. دیگه تو روایت ننوشته که آقا بخواد فرموده باشه چی؟ فرمود یادتونه بازوی باباتون رو یادتونه، مچه دست من رو یادتونه. چه کسی از ضرب دست من میتونست فرار بکنه؟ شما میدونستید من دستم رو به هر چی بیاندازم میتونستم عالم رو تغییر بدم. حالا ببینید من رمق ندارم مچم رو جمع کنم. داره درس اخلاق میده، همین ضعف دستش. میبینید دنیا اینه، گول قدرتاتون رو نخورید. پس فصله به قدرت که خدایا به قدرت خودت، کسی میتونه به قدرت خدا قائل باشه؟ یک، برای دیگران در مقابل پروردگار قدرتی قائل نباشه. دو، برای خودش قدرتی قائل نباشه. محکم نباش. آقا شما خیلی داری میزنی آدمو درب و داغون میکنی، پاک اعتماد به نفس آدمو داری عبه میبری. خب بله دیگه، تو درب و داغونی دیگه عزیز من، درب و داغون که دیگه زدن نداره که. نه بابا یه چیزی برای خودمون قائل باشیم، بنده خدا امت پیغمبر یه چیزی برای خدا قائل بشو، اعتماد به خدا پیدا کن نه اعتماد به نفس. کلمه اعتماد به نفس مقابل بیگانگان گفته بشه، مقابل غیر خدا گفته بشه درسته، من به خاطر اعتماد به پروردگار عالم که پشت سرم هست اعتماد به نفس دارم، بله در مقابل دیگران آدم این حرفو میزنه، خدای نه پیش خودم، من به واسطه شما
این کودکی که اعتماد به باباش داره، وقتی که تو بغل باباش هست همه رو مغرورانه نگاه میکنه. مغرور نه این که دوباره متکبرانه نگاه کنیم دیگه، شما توجه دارید الحمدلله، به قدرت لایزال پروردگار نگاه کنیم. و الا خدا یه جای قدرتش رو به ما نشون میده ها، وقتی یه جاهای خدا قدرتش رو به ما بخواد نشون بده به صورت تلخ، خیلی حالمون گرفته میشه. تمام نقشه ها رو میکشی، بعد خدا میاد حالتو میگیره، همچنین مثل آب خوردن، خیلی اون وقت ضربه میخوریم. قدرت پروردگار عالم رو پس این تا اینجا دو تا راه ما رفتیم برای توجه به قدرت پروردگار. یک این که قدرت برای خودمون قائل نباشیم، خیلی باید روی این موضوع فکر کنیم، نمیخواد صحبت کنیم در این باره. من حالا مثال میخواد بزنم، اشکال نداره، مثال میزنم. میگفت توی اتوبان تهران قم داشتیم میرفتیم، جلوی من یک کمی با فاصله یه ماشینی از اون لاین اومد ملق خورد و افتاد با سقفش روی سقف یه ماشین دیگه. تصادف وحشتناک و دلخراشی بود دیگه. ماشینا کم کم زدن کنار و ما هم اومدیم کمک بکنیم. کسانی که تو اون پیکانی بودن که زیر اون پژو له شده بودن، همه از دنیا رفته بودن و یا دیگه تقریبا رو به موت بودن. معلوم بود که نمیشد اینا رو به جایی رسوند. کسی که شاهد این ماجرا بود و من نگاه میکرد، بعد میگفت تو این وسط یه خانومی هیچیش نشده بود دیگه، چادر و روسری و این حرفاش هم افتاده بود و سرش باند پیچی حسابی، گریه میکرد، بی حال بود. میخواستیم آرامش بکنیم. چی شده خانم؟ سر تو چی شده؟ میگفت من تومور مغزی دارم، چند وقت دیگه میمیرم. اینا اومدن منو از بیمارستان برگردونن، حالا اینا همه مردن، من زندم. حالا تو راه اینایی که اومدن دنبال این چقدر منم میزدن، داره میمیره ها تفلکی، آره خودت مردی که. خدا باید نشون بده، خدای روی ما رو کم نکن، ما همینجوری رومون کم میشه. بس سجده رو گذاشته خدا برای رو کم کنی دیگه، نزن. ما او زمین خوردت، این اصطلاحات لوطی خیلی مناجاتیه. خدا ما زمین خوردتیم. آه ببین آقایون، برای اینکه زمین نخورید قشنگ زمین بخورید، در این سجده بکنید. خدا من نزنید دیگه، بنده من نزنید. حالا اونا چه؟ من رفتم تو فکر اونایی که اونجا بودن، اون چهار نفری که میگفت تو ماشین بودن همه مرده بودن یا در حال موت بودن، چی فکر میکردن؟ بنده خدا این داره میمیزه. حالا عیبی نداره خواهر آبجی، فامیلشون بوده حتما. حالا انشالله خدا بزرگه. چه صدا از جای گرم در میاد. خدا بزرگه برای خودت بگو، برای من میگه خدا بزرگه. بله برای من که خدا بزرگ بوده. فعلا ماشین اومده روی این سقف این ماشین، همه تو مردید، من موندم. نذاریم خدا نشون بده. خدای ما ضعیفیم، ارحم عبدک الضعیف، ما ضعیفیم. انقدر زیباست. من یکی از آثار توجه به قدرت پروردگار رو به شما عرض بکنم. توجه به قدرت پروردگار دو تا شرط داره، برای کسی قدرت قائل نباشین و برای خودت هم قدرت قائل نباشین. خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر انداختن موفق شدن جنگو بردن. خدا میفرماید شما تیر نزدید، من خودم تیر زدم، شما وسیله بودی. خدای البته احترام شما به ما واجبه، بله هر چی قابل نداره، ولی خب البته ما زدیم، من کلی نشونه گیری کار کردم، ولی خب شما هر چی بفرمایید، اصلا همش در اختیار شما. نه تشریفاتی نگو، اینا جدی بگو. حضرت امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. من خودم اون زمان تو خرمشهر بودم، یه بچه‌ای بودم، تصادفاً اونجا حضور پیدا کرده بودیم. امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. البته ما کلی دیشب خشاب خالی کردیم، ولی حالا هرچی
امام میفرمان باش، ما با خدا این حسابا رو نداریم، خدا همش شما آزاد کردیم، ما خوابیده بودیم، البته ما رفتیم جنگیدیم. اگه تونستی برای خودت حساب باز نکنی، اگه تونستی برای دیگران حساب باز نکنی، یک شجاعتی در روح شما قرار خواهد گرفت که حد و حصر نداره. حضرت امام شجاعت سیاسیشون رو از عرفانشون گرفته بودن. مقام معظم رهبری این شجاعت سیاسیشون رو از معنویتشون و عرفانشون گرفتن. واقعا برای کسی تره خورد نمی کنن. کسی تو عالم کاره ای نیست، مثلا کی کیه کی هست که ما به حسابش بیاریم؟ خدا تو شاهد باش فقط ما رو تو حساب میکنیم. خدا بگم شر سیاسیونی که برای قدرتها حساب باز میکنن نه از سر ما، از سر همه مردم عالم کوتاه و کم بکنه. مردم عالم همه گرفتار سیاسیونی هستن که برای قدرتها حساب باز میکنن، میترسن. رسما میان به مسئولین جمهوری اسلامی میگن که آقا شما خیلی جرأت دارید، ما نمیتونیم اینا رو بگیم، ما میترسیم. چرا میترسی؟ اینا سگ کی باشن؟ قدرت برای کسی قائل نباش، کارتو بکن، خدا موفقت میکنه. هیچ کس 30 سال پیش که انقلاب پیروز شد، امروز انقلاب اسلامی رو قدرت نداشت پیش بینی کنه. میگفتن حالا ما یه انقلابی کردیم ببینیم چی میشه، حالا دیگه اگه بذارن. آقا شو تو قدرت اول منطقه میشی، شوخی بود این. قدرت اول منطقه. آقا ما یه روزی میتونیم آمریکا رو به هراس بندازیم از اینکه به ما حمله کنه. کی فکر میکرد این چیزا رو؟ از کجا به اینجا رسیدیم؟ از شجاعت رهبرانمون به اینجا رسیدیم. و هر چی هم من به شما بگم، هر چی هم مشکل ایجاد میکنن دشمنانمون، به دلیل اینه که اونا دارن حساب باز میکنن رو بعضی از ترسوهایی که تو ماها هستن. خدا انشالله ترسوها رو نابود بکنه دیگه. اونا هم به خدا قسم اگر دشمنان ما حساب رو ترسوهایی باز نکنن که بین ماها هستن، همین امروز آمریکا ذلیلانه هر کاری بهش بگی انجام میده، میگه من نوکر ملت ایرانم، من غلط کردم. 4 تا آدم بزدل ترسو تو سیاسیون ما، تو نخبگان سیاسی ما 30 سال ما رو دارن عقب نگه میدارن. خدا انشالله شرشون رو به حق این شبهای قدر از سر این ملت کم بکنه. اونا مدام رصد میکنن کی از ما حساب میبره، روش کار کنیم، روش حساب باز کنیم، به امید او بریم جلو، به امید اون ترسوها قطعنامه صادر میکنن. ما اگر یه دونه سیاسی تو کشورمون نداشتیم که ترسو باشه، همین احزاب، فکر نکنید شما اینا لطمه نمیزنن، همینایی که نمیدونم چی اسمشون رو بگذارن، آدم سیاسیه، حرف میزنه، رسانه ها مثلا پخش میکنن، مهم نیست مسئولیت نداشته باشه، میگن بالاخره این رجل سیاسیه. یه ذره احتیاطکاری توی حرف این، بزدلی، کوتاه اومدن مقابل قدرت ها، تمایل به قدرت ها توی وجودش باشه، این پایگاه میشه، این امید میشه برای دشمن. دشمن به خاطر این جنایت میکنه. باور کنید اگر تو ما شجاعت مطلق بود، هواپیمای مسافربری ما رو غلط میکنن بزنن، غلط میکردن بزنن. اولین ناو غربی ها وقتی که اومد تو خلیج فارس، من شنیدم امام فرمود اولین ناو آمریکایی اومد بزنید، گفتن نه آقا نمیشه. الان معلومه که میشه، درسته؟ یه غزه میتونه مقابل اسرائیل مقاومت کنه، یه حزب الله چند هزار نفره بدون اینکه ارتش داشته باشه میتونه مقابل اسرائیل مقاومت کنه. دیگه چقدر میخوای اسلحه داشته باشه؟ الان معلومه ای کاش میزدن. اون ناو که اومد دیگه اومد، دیگه اومد، دیگه اومد، دیگه اومد تا الان. نمی کشیدن دیگه. نه آقا، نه.
تو قرآن میفرماید اینها در مقابل دشمن کوتاه میان. حرفشون اینه نقش ان تصیبنا دائره، میترسیم به ما صدمه بزنن، باید احتیاط کنیم. نه ترس، اینا قدرت نیستن، اینا پوشالی هن. امامو ببینید چقدر معتقد بود، جدی بود، همین چیزی که داشت تا داشت. امیرالمومنین به یارانشون میفرمود بیاریم جنگ، نترسید، جنگ و شهادت مرگ آدمو نزدیک نمیکنه، اگه بنا نباشه بمیری نمیمیری، نترس. تنها اصلی که جبهه ما رو اداره کرد شجاعت بود، شجاعت عرفانی. بچه‌ها میرفتن تو ترکش‌ها و گلوله‌ها میگفتن ببین ما اگه بنا نباشه بمیریم نمیمیریم، اگه بنا باشه بمیریم تو شهر هم باشیم ضرب مغزی میشیم. شما آمار کشته شدگان جنگ رو مقایسه بکنید با آمار کشته شدگان تصادف، این فرقی کرده؟ اصلا انگار جنگ نبوده تو این کشور. من از یه شهری یه خبری به شما بدم. خب آخه میدونید توضیحات رو برای چی میدم؟ برای اینکه داشتم عرض میکردم که دوستان من برید کار کنید روی این موضوع که ما ضعیفیم، غیر خدا هم همه ضعیفن، قدرت فقط دست خداست. گفتم خب آخه این دوستان ما کجا برن کار کنن؟ همینجا کار کنیم دیگه. حالا اصل معرفت بحث رو که پیدا کردیم و گذاشتیم یه گوشه ای، بنشینیم با هم موعظه‌ای، تذکری، تنبهی، گفتگو کنیم تا روحیه‌مون جدی بشه، محکم بشیم. توی شهری از پرشهیدترین شهر کشور یه مادری پسرش رفته بوده سربازی، اینو همشیره ما برای ما نقل کرده وقتی اونجا ساکن بودن. میگفتش که این مادر همسایه ما بود، روزانه توی این دو سالی که سربازی بچهش تموم بشه، سربازی هم فرستادنش جبهه، حالا جبهه تو عملیات هم نمیرفته، روزانه بالاخره این سفره مینداخت، هفته ای نبود که نظر و نیاز نکنه، بچه من کشته نشه برگرده، بچهش کشته نشد برگشت، مقدمات عروسی رو فراهم کردن هفته اول و سر کارش هم معلوم بود بعد به در مغازه عموش کار بکنه. هفته دوم روز اول داره با دوچرخه میره، خیلی نمکی شهر خلوت کوچولو، یه ماشین میزنه به دوچرخه، ایشون رواش میخوره زمین، سرش میخوره به اسفالت، ضرب مغزی میشه، تشاف فوت میکنه. میگن مادره دیگه خودشو تکه پاره میکرد، میگفت دو سال خودمو کشتم تو شهید نشی، کاش حداقل اون دعا رو نکرده بودم. یه هفته بهش به اضافه خدمت میدادن به یه بهانه یا میگفتن حالا بمون کار داریم، میموندی شهید میشدی. من چجوری سرمو بلند کنم جلو ملت؟ خب بیا بچه، بیا توفه نتنز، خدا نشون بده. این دعا رو میاریم، دعا دستمون میبریم بالا، اینجوری میکنیم، درسته؟ من دوستم بعضی وقتا اینجوری کنم، میگم خدا تسلیم. ولی حالا اینجوری با اونجوری زیاد فرق نمیکنه. من یه دعا کنم، خدایا ایمان ما رو به قدرت خودت زیادتر بگردان، ایمان ما رو بپذیر، با زمین زدن ما قدرت خودت رو به ما حالی نکن. آقا ما پذیرفتیم دیگه، نوکریم دیگه، آقا دیگه بسته دیگه، در بست تو راهی هم سوار نمی کنیم. نزنی خدا. یا من فل ممات قدرتو، یا من فل حساب هیبتو، ای کسی که در هنگام مرگ من قدرت او به نمایش گذاشته می شود برای من، ای کسی که هنگام حساب و کتاب روز قیامت هیبت او برای من به نمایش گذاشته می شود، خدا قبولت داریم. حالا آثار این توجه به قدرت چیه؟ وقت هم گرفته شد، میخواستیم مثلا به شب قدر هم برسیم، عیبی نداره فردا صحبت میکنیم. خوبه در مورد قدرت خدا بیشتر با هم صحبت کنیم، درسته؟ خیلی لازمه، خیلی لازمه. یکی از آثارش عجیبه، این هم هدیه مخصوص سراشپز خدمت شما. یکی از آثار خیلی عالیه توجه به قدرت پروردگار، محبتی است که از خدا در دل انسان مینشینه. عجیب محبتی مینشینه. دوباره میرم سراغ این کودکان نازنینی که پیامبر گرامی اسلام یه راه به ما نشون داده،
بعضی چیزها رو از این بچه ها یاد بگیریم. من گریه کردن بچه ها رو دوست دارم، با خاک بازی میکنن دوست دارم، اسباب بازیشون رو نگه نمیدارن خراب میکنن دوست دارم، چیزی نگه نمیدارن برای فرداشون، هم داغونش میکنن میره، از کنارش عبور میکنن. یه ویژگی هایی تو کودکان هست، باید هم بهش توجه بکنه. حالا ببینید بچه ها دیدید چجوری پدر مادرشون میچسبن؟ آقا میدیدید یا ندیدید؟ من بچه هم وقتی کوچیکتر بودن هم تا میرفتیم تو مهمونی، این یه جوری میچسبید انگار تمام اعضای بدنش رو باید بچسبونه تا احساس امنیت بکنه. آقا تو وقتی که بچه هم تصورش نسبت به قدرت پدر و مادر قدرت لایزاله، قدرت بی نهایته. بچه اینجوریه دیگه. تو روانشناسی میگن که اگر یه سقف بتونی مثلا بیفته رو عروسک بچه شما، میگه بابا این سقف رو بردار عروسکم رو نجات بده، بابا میگه من نمیتونم. تصور روانشناسی روش پیاژه اینجوری میگه، میگه تصور کودک نسبت به قدرت بزرگترش اینجوریه. میگه جرثقیل چیه؟ ورش دار دیگه. پس من چی به تو اطمینان میکنم، اعتماد میکنم، تکیه میکنم. تصور بچه اینجوریه. بعد تعلق بچه در اثر این تصور چقدر بالا میشه؟ خیلی زیاد. دوستان من کیا میخوان به خدا عشق بورزن؟ به قدرت خدا توجه کنن، به ضعف خودشون مقابل قدرت خدا توجه کنن، عاشق خدا میشه اصلا بیدلیل. ای خدای قدرتمند من ضعیفم، من کوچولوی تو هم، تو بزرگتر منی. انت المالک و انا المملوک، انت الخالق و انا المخلوق، و هل یرحم المخلوق الا الخالق. همه چی تویی، من ضعیفم در مقابل تو. آیون به خدا توجه کردن به پروردگار عالم خیلی مزه میده، خیلی زندگی انسان رو شاداب میکنه، خیلی جگر آدم رو صفا میده، خیلی آدم رو لطیف میکنه. چقدر تبلیغات بکنم، شب قدر مقدراتمون رو خداوند متعال داره تعیین میکنه. مقدراتمون رو تعیین میکنه یعنی چی؟ یعنی در طول سال شما هر بار تاکسی سوار میشید، هر دفعه کی باید کنار تو بشینه باید برنامه‌ریزی بشه تا آخر سال. ای بابا اینجوری که خیلی میشه اگر بخواد تمام جزئیات. بله، همه هیچ تصادفی در عالم وجود نداره. وقتی شما داری زیر بارون راه میری، از بین این همه قطرات باران کدام قطره باران باید بیاد رو سر جناب عالی؟ کدومش باید بیاد رو صورته؟ اینا باید نوشته بشه. تصادف نداریم با تو عالم. همه چی جبری نیست. شما در هیته‌ای که خداوند متعال مقرر میکنه یه چند تا گزینه داری برای انتخاب کردن. یه آره یا نه میتونی بعضی از اوقات بگی، ولی انسان درگیر با مقدرات الهیه. حالا برای بچه‌هاتون خدا میخواد مقدراتی رو تعیین کنه. کی با بچت رفیق بشه؟ این بچت کجا بره؟ کجا ببردش؟ بیا درستش کن. ای خدا برای فرزندان ما رفیق ناباب قرار مده، برای خود ما هم رفیق ناباب قرار نده. ما خیلی قوی تر از بچه‌مون هستیم. ما بچه میگم گنده تر شدیم، بچه بزرگ بچه کوچیک. ما بچه 70 ساله ایم، اون بچه 10 ساله. باید همه چی مقدر بشه. و بعد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میفرماید، یه جمله ای داره، من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله علیه افضل مصلحته. خدا هر کسی خالص عبادتش رو ببینه بهترین مصلحت هاشو برای او فراهم میکنه. میگه آقا مصلحت بود، بله 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 قبول دارم، اما آیا این بهترین مصلحت بود؟ یعنی بهتر از این خدا نمیتونست برای شما مقدر کنه؟ بعضی وقت خدا به یکی ثروت نمیده. خدا چرا ثروت نمیدی؟ مصلحت نیست. آقا چرا؟ به من توضیح بده. آقا تو مغرور میشی، آدم بد اخلاقی میشی، بیدین میشی، هم مقدار صفایی هم که داری از دست میدی. خب بیا. اگه خوش اخلاق بودی ثروت هم پیدا میکردی، کلی به دیگران خدمت میکردی. این کار برای خود درست کردی. اخلاق چرا عوض نمیکنی؟ بله مصلحت داریم تا مصلحت.
خدایا به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها بهترین مصلحت ها تو شبهای قدر برای ما مقرر بگردان. دیگه روایات زیاده من برای شما نخونم. میفرماید که و کل شیء به قدر حتی العجز والکیس. میفرماید که همه چیز به مقدرات بستگی داره، کی تیز هوش باشه، کی آدم ساده ای باشه، کی نمیدونم خوشخنده باشه، کی آدم بدعقل می باشه. اون صفات پایه‌ای که خدا به آدم میده، بعد شما باید همه رو درستش بکنی. اگه خوشخنده به خاطر خدا باشی و کسی رو تمسخر نکنی، اگه آدم اخموی هستی اخم تو به خاطر خدا به کار ببندی، اونجایی هم که لازمه اخم تو جلوشو بگیری. ببینید اینا صفات پایه‌ای، همه رو خداوند متعال برای ما در شب‌های آینده مقدر خواهد کرد ان شاء الله به مدد اهل بیت اسمت و طهارت. یادتون باشه شب‌های قدر خیلی خودمون رو اسیر قدرت خدا ببینیم، خیلی از خدا حساب ببریم. فرمود بنده ای از من تو دنیا حساب ببره، اون دنیا نمیذارم به ترس پای حساب. میگم ببین تو خیال راحت بشه، تو خیال راحت بشه. خدایا چرا میخوای اینقدر اینو آرامش بدی؟ میفهمد تو دنیا هم من حساب برده، من اجازه نمیدم که دو جا بندم از من حساب ببره. تو دنیا حساب برده، ای خدا ما داریم ازت حساب میبریم، یه ذره حساب ببره. بگذارید کلام رو منقطع باقی بگذارم، بریم یه جایی. اواخر صحبت یه مطلبی رو داشتم عرض میکردم درباره این که کوچولوها نسبت به بزرگترهای خودشون یه تصوری دارن درباره قدرتش. بچه‌های ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی تازیانه خوردن، خیلی کتک خوردن تو مسیر کربلا. یا ابا عبدالله، من فکر میکنم اونجاها اونقدر بچه‌ها جگرشون آتش نگرفت، روحشون متلاشی نشد، اونجاها اونقدر اینطور نشدن که کجا که اونجایی که عمه سادات زینب کبرا رو می اومدن تازیانه بزنن، می اومدن تناب به گردنش بیفکنن، آقا این بچه‌ها هلاک میشن، میخوای یه بچه‌ای دق مرگ بشه بزرگترش رو جلوش بزن این هلاک میشه. احساس می‌کنم همه پشتوانه‌هاش ریخت. خودشو بزنی میره به تو دامن بزرگتر، خودشو پنهان میکنه، میگه مامان منو زدن، بابا منو زدن. میگه بالاخره یه جایی امیدی دارم. اما امان از اون وقتی که عمه سادات رو مقابل چشم کودکان تازیانه میزدن، زنجیر به گردن زین العابدین علیه السلام مینداختن، این بچه ها هلاک میشدن. حسین فدات بشم، چه عظمتی تو داشتی که باید با تمام اهل بیتت در راه خدا مجاهده کنی، چه عظمتی خدا به تو داده بود، چه نورانیتی فرزندان خرد سال تو داشتن، چه عظمتی اینجا هست، مثلا معلوم نیست چه خبره کربلا. امان از اون وقتی که این بچه های دفعی دیدن اون ملعون با چوب به لب و دندان حسین میزنه، اینا بابا رو میشناسن، چقدر له میشن این بچه ها، چقدر له میشن. یکی از دوستان گفتن توسل به شش ماهه ابا عبدالله الحسین پیدا کنید گرفتاری های سنگینی هست. چشم، برای رفع همه گرفتاری ها بذارید من ببرم شما رو کنار آن شش ماهه‌ای که بلا فاصله حسین فرمود زینبی بچه رو از من بگیر، تا انگار دیگه طاقت نداشت حسین علی اصغر رو رو دست بگیره. بچه‌هایی که شاهد این صحنه هستن، دو روایت هست مردم. یه روایت این هستش که ابا عبدالله الحسین علی اصغر رو برد تو میدان، اونجا به شهادت رسید، بدن مطهر خرد سال خودش رو برگردان. یه روایت هستش که علی اصغر رو دم خیمه اومد لب رو لبهای علی اصغر بگذاره با بچه خداحافظی کنه. خب همه بچه ها جمعن. این روایت دوم محکمتر هم هست اعتبارش، خدا نکنه اینجور باشه، کاش تو میدان به شهادت رسیده باشه.
جلو چشم بچه ها وقتی بچه ها ببینن پدر ما ابا عبدالله الحسین نتونست از یک نوزادی دفاع بکنه، این قلب بچه ها پاره میشه. تیر فقط به حلقوم علی اصغر نزدن، به روح همه کودکانی که اونجا ایستاده بودن این تیر اصابت کرد، همه داشتن هلاک میشدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.